سلام به شما عزیزان در هر کجای ایران و جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، در ساعت پیش رو همراه شما خواهم بود. ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت تهران، ساعت 7 به وقت اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن نیمه ابری همراه میهمانان جمعه شبهای تفسیر خبر بررسی خواهیم کرد مهمترین خبرهای روز در ایران و آنچه را که در منطقه و عرصه بین المللی در ارتباط با ایران و مردم ایران می‌گذرد. اعدام‌های جدید، بیش از 10 نفر دیگر در جمهوری اسلامی اعدام شدند. در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید در ایران، وضعیت اقتصادی مردم ایران برای فرستادن کودکان خود به مدرسه چگونه است؟ اختلافات درونی میان کارگزاران جمهوری اسلامی و در آستانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد چه کسانی همراه آقای روحانی به نیویورک می روند و آنچه که در عراق در ارتباط با داعش می گذرند؟ با من و شما هستند آقای علیرضا نوریزاده در لندن و در واشنگتن آقای محسن سازگارا. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظات دیگر. آقای نوریزاده عزیز سلام به شما در لندن. درود به شما جناب چالنگی عزیزم، درود به دکتر سازگارای نازنین و همه بینندگان تفسیر خبر در ایران فردا به ویژه در خانه پدری. آقای سازگارا در واشنگتن خوشم. من هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما چالنگی، آقای دکتر نوریزاده عزیز و همه بینندگان گرامی. آقای نوریزاده، یک موضوع رو در مقدمه من اشاره نکردم اما دوست دارم در همین آغاز برنامه بهش اشاره بکنیم، بپردازیم، و آن همه پرسی اسکاتلند بود که مردم اسکاتلند با 54% آخرین آماری که من داشتم موافقت نکردن، یعنی خواستار ادامه موجودیت اسکاتلند در مجموعه بریتانیا شدن. این چه درسی است برای کسانی که زمزمه جدایی طلبی از ایران رو در این سو و اون سو مطرح میکنه؟ جناب شالنگی، دو ملت کاملا متفاوت با سوابق بسیار متفاوت در یک پیمان 300 ساله، اینا در شرایط خاصی، پادشاه اسکاتلند در نبود وارث برای پادشاه انگلیس میاد و پادشاه کل این ممالک میشه و بعدم در قرن 19 هم پیوند این United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland رو میگذارن که بعد جزایر کانال هم بهش اضافه میشه. آنقدر در طول این مدت اینها پیوند برقرار کردن با هم دیگه و چنان زندگیشون تداخل پیدا کرده که هوس جدایی که برای یه عده که حالا عنوان ناسیونالیست به خودشون میگذارن، این هوس حداقل برای چندین نسل جذابیتی نداره. این بار اما وضع فرق میکرد، به این معنا که نزدیک 2 ساله که وزیر اول اسکاتلند با حزبش و چند حزب کوچک ناسیونالیست دیگه از هر فرصتی برای جا انداختن اندیشه جدایی استفاده کردن، به این معنا که اگه جدا بشیم اسکاتلند بهش میشه، نفتمونو برای خودمون خرج میکنیم. همین حرفایی که ما گاهی اوقات از بعضی احزاب بدون پایگاه که نماینده بعضی از اقوام ایرانی هم میشنویم، بله ما اگه جدا بشیم آسمون به زمین میاد، بهشت میشه، کار ایجاد میکنیم. در مقابل این کمپین، این بار دولت و حزب اپوزیسیون یعنی حزب کارگر
و حزب سوم لیبرال دموکرات، اینا قضیه رو جدی گرفتن و از اون ابتدا در برابر هر ادعای اونا آمار و ارقام گذاشتن که آقا اینجوری نیست، اگر شما جدا بشین اینقدر کار کم میشه، اینقدر برنامه بد میشه، شیپیارد، مناطق بزرگ کشتی سازی انگلیس، اینا تعطیل خواهد شد. بعد ببینید در انگلیس شوهر ملکه دوک آف ادینبورو یا ادینبورگ، دوک ادینبورو هست یا ادینبورگ هست به قول ما، و این بسیار مهمه. کاخهای سلطنتی در اسکاتلند تعداد زیاده، جایی که ملکه تابستون اونجاست و حتی زمانی که یادمون هست پرنسس دیانا به قطر رسید، ملکه و خانواده سلطنتی اسکاتلند بودن. منظورم اینه اسکاتلند خیلی اهمیت داره براشون، تاریخش، گذشته، جغرافیا و از نظر اقتصادی. دو طرف در یک دموکراسی واقعی اومدن کالای خودشون رو عرضه کردن. تا 10 روز قبل طرفداران وحدت نگران شده بودن، چون تمام این همه پرسی ها نشون میداد که خیلی نکن نکن کنار هم دارن را میرن و بعضی جاها ناسیونالیستا یا طرفداران رأی آری به جدایی جلو افتاده بودن. اما از روزی که همین 3-4 روز اخیر نخست وزیر، رهبر حزب کارگر و رهبر حزب لیبرال دموکرات رفتن به اونجا، آقای دارلینگ رو که یکی از وزراست و خوش اسکاتلندی از وزرای قبلی بوده، او رو فرستادن اونجا، و گوردون براون نخست وزیر پیشین که باز اسکاتلندی است، او رفت در اونجا رهبری این کمپین رو به عهده گرفت. اولا به قدری زیبا بود، احزابی که مخالف همان گریبان هم میفشارند در یک مسئله ملی اینجور هم صدا با هم عمل کردند. و دیشب دیروز مردم شاهد بود، دنیا شاهد بود که چطوری خرد غلبه کرد بر احساسات و 54% اومدن و رأی به ماندن در زیر پرچم بریتانیای کبیر شدن. و امروز هم جامعه اصلا واکنش های جالبی نشون میده، گویا که الان بر پایه وعده هایی که آقای نخست وزیر داده، آقای کامرون، اسکاتلند از خودمختاری بیشتری به ویژه در زمینه مالیات برخوردار خواهد شد. ولی همزمان مردم انگلستان هم میگن ای اگه این امتیازا رو به اسکاتلند میدیم به خود ما انگلیس هم باید بدیم. اینه که ما شاهد تغییراتی در نظام سیاسی خواهیم بود. اما یک نکته هم هست آقای نوری‌زاده عزیز، این که این ور قضیه هم هست در همون اسکاتلند، در مجموعه انگلستان، بریتانیا، هر چی که اسمش رو بذاریم، این جزیره رو چندین نخست وزیر اسکاتلندی بوده، انواع و اقسام وزیر و وکیل در مجلس داریم، و بعد از نظر اقتصادی تقریبا همه در یک سطح و از امکانات اون کشور همه دارن استفاده میکنن، اسکاتلندی و ویلزی و بقیه. درسته، بله. این یک نکته است. و همه اتفاقی که این بالا در کانادا اتفاق افتاد و کبک داده شد در رفراندوم، در اونجا هم هست. یعنی یک رفاه و یک تساوی در تمام زمینه‌ها اول به وجود اومده و اسکاتلندی میبینه که هیچ تفاوتی با بقیه نداره، طبعا سودش در این میبینه که جدا نشه، بهتر جدا نشه، برای اینکه هیچ تبعیضی علیش نیست عملا و هیچ به اصطلاح مزایقی از بابت امکانات مالی و بقیه درش نیست. اما آقای سازگارا، در ایران وقتی وضعیت این هستش که سنی نمیتونه وزیر بشه، نمیتونه به مقامی برسه، به ریاست جمهوری برسه، به هرچی، به مقاماتی، و تبعیضاتی از بچه های بلوچ هست، بچه های کرد هست، بچه های عرب های خوزستان هست، خب اینا تحریک کننده هست نیست آقای سازگار؟ یعنی با توجه به آنچه که در اسکاتلند گذشته، تفسیر شما رو بیشتر. من شخصا خدا فکر میکنم بزرگترین درسی که این رفراندوم خیلی زیبا و خیلی متمدنانه در اسکاتلند برای دنیا و برای ما داره، غلبه دموکراسی است، کارکرد دموکراسی است، کارکرد صندوق رأی، و بسیار بسیار نشون داد که چقدر خوب می شود
رأی مردم رو محترم دونست و داور نهایی رو صندوق رأی قرار داد. و شخصا هم فکر میکنم که مردم اسکاتلند 85%شون شرکت کردند در این رفراندوم و خیلی خوب با چشم باز و به قول مطبوعات نهایتا غلبه عقل بر احساس توانستند رأی بدن و اکثریت هم رأی دادند که نمیخوان جداشن. بلافاصله اون نمایندگان اقلیتی که رأی نیاوردن گفتن به رأی احترام میگذارن. آقای چالنگی، من شاید سالها پیش موقعی که روزنامه جامعه رو منتشر میکردم یک بار با آقای رفسنجانی صحبت میکردم، ایشون میگفتش کشور ما مملکت کثیرالمله و کثیرالاقوامیه و من هرچه نگاه میکنم روحانیت سازمانی است که میتواند دور این کشور رو نگه داره. من هم موقع به ایشون عرض کردم، گفتم آقای رفسنجانی اتفاقا اشتباه بزرگی دارید میکنید، برای اینکه روحانیت حکومتی تشکیل داده که ناکارآمده، بحران ناکارآمدی داره و وقتی حکومت در تهران ناکارآمد باشه، حکومت مردم آزار باشه، حکومت تبعیض گذار باشه و مردم از دستش آسودگی نداشته باشند، اون وقت واکنشی که نشون میدن جوان در تهران یک جور، در اصفهان، در شیراز، در مشهد، ولی اون جوان و فردی که در بلوچستان یا کردستان یا خوزستان و در نوارهای حاشیه تر ما و مرزی ما قرار داره، اون وقت واکنشش از نوع واکنش های گریز از مرکز میشه. یعنی حاکمیت روحانیت نه فقط یک بارچگی کشور رو حفظ نمی کنه، بلکه با انحصار طلبی، با سرکوب و مهمتر از همه با بی‌لیاقتی، با ناکارآمدی در حکومت داری باعث میشه که گریز از مرکز به وجود بیاد و دلواپسی برای همه باشه که مبادا ایران عزیز بخواد از هم جدا شه. شخصا هم فکر میکنم آنچه که در کبک کانادا، در اسکاتلند الان اتفاق افتاد، برای ما که کشورهای جهان سومی هستیم و تجربه دموکراسیمون کمه، این درس رو میتونه داشته باشه که یاد بگیریم که به صندوق رأی احترام بگذاریم و صندوق رأی که میتواند به عنوان داور نهایی تمام منازعات از جمله منازعه بر سر سرزمین و غیره رو حل بکنه. البته صندوق رأی به تنهایی آقای سازگار مثلا در همین شرایط فعلی ایران، چنانچه صندوق رأی در زمین هایی بگذارن، در فقدان احزاب آزاد، مطبوعات آزاد، فعالیت مستمر، این هایی که به خودی خود نمیتونه تمام همه جانبه به اصطلاح بازگو کننده خواست کل مردم باشه. نه، من وقتی میگم صندوق رأی به عنوان داوره نهایی، مرادم با همه مقدماتشه در واقع، یعنی آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکلها، این سه آزادی به عنوان مقدمه و حاکمیت قانون، این مقدمات رو صندوق رأی میخواد، مکانیزمی که نهایتا منجر میشود به صندوق رأی و هیچ کس، هیچ جریانی هم حق از پیش آورده ای از طرف خدا، پیغمبر، دین، باور، نژاد، رنگ و غیره ندارد. اون وقت هرچه که صندوق رأی تصمیم بگیره، یعنی رأی مردم، حاکمیت مردم، میتواند کار کند. آقای نورزاده، به ناکارآمدی حکومت اشاره شد و اینکه جمهوری اسلامی عملا در اداره ایران، خب بعد از 35 سال گفتن نداره نشونه هست، اما این ناکارآمدی رسیده به جایی که آبوبرگی که قرار بود مجانی بشه پیشکش، کمبود آب آشامیدنی در تهران، ممنوعیت کشاورزی در بخشهایی از استان کرمان، یعنی کشاورزی ممنوع شده.
این خیلی جالبه، شاید تنها کشوری در جهان هست که کشاورزی درش ممنوع میشه. و بله آب آشامیدنی یعنی تهران تقریبا داره تبدیل میشه به کربلا، کربلای بله اون زمان، چون الان کربلا آب فراوون داره. حضورتون عرض کنم من یه نکته رو به همین جریان رفراندوم اضافه کنم. دیروز و امروز این کامنت ها رو که من گوش میکردم، همون باز برمیگردیم به بحث دموکراسی، همونجور که دکتر سازگارا گفت در توضیح، دموکراسی فقط صندوق رأی نیست، دموکراسی خیلی عوامل داره. والا صندوق رأی رو عمرالبشیر هم داره، بشار اسد هم داره، سید علی خامنه ای هم داره. مهم اینه که ببینید وقتی این اتفاق افتاد، الان من صبح مصاحبه میشد گوش میکردم با سپریتیست های کاتالونیا، با سپریتیست های کورسیکا، با این باسکا، با اینا صحبت میکردن، تمام اینا یک باره آدم شاهد یه تجدید نظر در اون مواضع تندشون هستیم. چون اسکاتلند در واقع میتوان گفت ناسیونالیسم اسکاتلندی خیلی ریشه داره. شما فیلم بریف هارت رو یادتونه و این نمونه هایی که اسکاتلندیا اون جنگ های گذشته نفرتی که داشته، یعنی یک دموکراسی ریشه داره. اما میبینی مردم در نهایت مصلحت عامه رو انتخاب میکنن، به اضافه اینکه مردم میگن اگر ما طلاق میگرفتیم این دیگه ابدی میشد، ولی راجع به رفراندوم همچنان میشه بعد از 50 سال 40 سال نسلای بعدی نظر بدن. حال بر میگردیم. آقای نوریزاده ببینیم، بس این ورش هم هست، یعنی فقط بس یک سوش نیست. این علتی که اسکاتلندیا خواستار ادامه ماندگاری در این چارچوب شدن فقط جنبه احساساتی که نه. نه ابدا ابدا، یعنی یه جنبش هم اینه که از نظر اقتصادی مصلحت حل کردن. وگرنه در یوگسلاوی سابق در همین مشکلی که الان عراق، ریشه مشکلی که اونجا هست متاسفانه همینه که خب تبعیض بوده. بله ببینید همینه، یا در لبنان یا جاهای دیگه متاسفانه وقتی که هست. یعنی ما این ورش یک پارچگی ایران بسیار همه ما طالبش، هیچ کسی خواستار ذره جدایی ذره خاک ایران نیست. اما حکومت ایران هم مسئوله که اگر زمینه هایی برای تجزیه ایران داره به وجود میاره. نه ببینید اصلا همه چی مسئول حکومت ایرانه، یعنی مسئول من و شما نیستیم. که ما قبل از انقلاب چه مشکلی داشتیم؟ زندگی میکردیم، ماه عسلمون رو میرفتیم اهواز، تابستونمون رو میرفتیم شمال، نمیدونم، یعنی پیوندی که تو ایران با هم داشتیم اصلا مسئله نبود. ازدواج های هر قوم و قبیله با هم دیگه، این رژیم بود. ببینید چه کرد و بله. عرب ایرانی رو نمیشه فقط با احساسات نگه داشت. ابدا ایران این رژیم ببینید ایرانی هستن، مملکت خودشونه. این رژیم قربونه برم ببینید خیلی جالب ما بگیم، تو این رژیم از هر جنسی هم هست. مثلا آقای شمخانی عرب این تو هست، آقای خامنه ای آذربایجانی هم توش هست و از هر قوم و قبیله تو اینا هستن. منتها اصل نگاه رژیم یک نگاه ریسیستی و نگاه تبعیض طلبه، یعنی این مسئله است. یعنی مهمی نیست که آقای شمخانی اونجا باشه یا یه نفر از بلوچستان بیاریم بذاریم یا از کردستان. اینا کردن. همین که شما گفتید آقای نوریزاده، ببینید همین الان در استرالیا چند نفر رو گرفتن که با داعش در ارتباط بودن، خواستن عضو داعش بشن. داعش به اینا گفته اگر میخواید عضویتتون پذیرفته بشه و ثابت بشه که خالص هستید، اول یک چند تا سر رو ببرید در پرچم مال داعش قرار بدین و یه جای اینا رو آویزون کنید، ما بفهمیم که شما واقعا از سر خلوص اومدید. بله. خب بله، عرب یا مثلا کرد، آقای رحیمی هم کرده. اول گفتن آقای شمخانی باید این کارا رو کرده دیگه، شما که بهتر میدونید که در زندانهای اهواز چه کرده، چقدر دست آلوده ای داره همین آقای رحیمی و بقیه عدمی که مقام و منصبی دارن در این حکومت اکثرا. بله بفهم. کاملا بنده با نظر با این همین رو میخوام بگم ببینید یک رژیمی که پایه و اساسش بر مبنای تعبیری غلط از یک دین و ایدئولوژی است، یعنی تازه اون دین و ایدئولوژی رو در مفهوم عام و پذیرفته شده از سوی اکثریت مورد استفاده قرار نمیدن، کما اینکه ابوبکر بغدادی هم مذهب اهل سنت رو
اونجوری نگاه نمی کنه. شما علمای اصغر رو دارید با هر نوع خشونت مخالفن و بر این باورن که مذهب باید تسامح و تساهل رو ترویج کنه. یا شما در لبنان همین دیروز علامه هانی فخش، یک عالم شیعه که اولاً به ایران اومده بود، درگذشت که به شدت مخالف ولایت فقیه و حزب الله و خشونت بود. این تعبیر رو ما داریم، ولی رژیم جمهوری اسلامی اومده مذهب شیعه و اسلام رو مصادره کرده، مصادره به مطلوب، و امروز میگه هر کس سنی باشه این سنی دشمن فاطمه زهراست، پس اصلا حق نداره تو کشور. همین که بهش اجازه دادیم یه لقمه نون بخوره نفس بکشه کافیه. پس من نمیذارم یه کرد در مملکت وزیر بشه، بلوچ سنی رو نمیذارم بشه، ترکمن رو نمیذارم بشه. هر طرف که شما میرید این نگاه ارتجاعی عقب افتاده ایدئولوژیک عاملی است که این بندهای وحدت ما رو قیچی کنه، هر روز این نفرت رو ایجاد بکنه. آقا این چه بیماریه که شما آب کار زاینده رود رو خشک میکنی، بعد آب کارون رو میخوای بری زاینده رود که اهواز و خوزستان رو خشک کنی. ببینید یه رژیم بیلیاقت، یه رژیم بیمسئولیت، میخواستن آب به قطر بفروشن، خود کشور تشنه است، آب میخواستن به قطر بفروشن. حالا الان این مسئله تهرانه که شما میگید این فاجعه است آقای چالنگی، فاجعه است. من یادمه ما در ایران قبل از انقلاب، خدا رحمت کنه مرحوم مهندس روحانی رو، این آدم واقعا بزرگ با کمک افرادی که در اون بینشون آقای مهندس بازرگان هم دیده میشد، اینا آب لوله کشی در ایران درست کردن که اولا بهترین آب آشامیدنی رو ما داشتیم. یادتونه مردم شلنگ به دست همه تو کوچه مشغول آب دادن به درخت در ایران کم آب، یعنی اینقدر آب تولید شده بود با سد کرج و سد لطیان این حالت نبود. این رژیم از اول که اومده نکبت، مرض، خوشسالی، تمام دریاچه های ما، بختگان، نیریز، هامون، ارومیه، همه خوش شد، رودخانه های ما زاینده رود و اینا خوش کردن. و اینه که میخوام بهتون بگم چاره درد ایران که ما پیوندمون برقرار باشه، عرب و بلوچ و کرد و ترک و ترکمن و آذری همه با هم باشن، این است که این تحفه ولایت فقیه باید از ایران رخت بربندد، راه دیگه ای هم ندید. من به طور خلاصه بگم، اشاره به آقای شمخانی کردم و بقیه رحیمی، این هستش که مسئله برای حکومت اونجایی که لازم هست اصلا مهم نیست که کرد هست، آذری است، عرب، بلوچه، نه. اگر با اساس حکومت به این شکل موافقه که در تمام آدم کشی ها، در تمام حیف و میل هایی که تا به حال شده میپذیره سهیم باشه و اقدامی بکنه، در محلی که هست آقای شمخانی و بقیه آدم بکشه، یا آقای رحیمی یا بقیهشون میتونن وارد این باشگاه بشن، چون حالا اکثر کسایی که در این حکومت هستن به هر حال مالا یکی از اقوام ایرانی هستن، رهبرش آذری است، آقای خامنه ای. بله. اما ارتباطی داره به مردم نازنین آذربایجان ایران؟ نه، مسئله اصلا هیچ ارتباطی نداره اگر بخوایم اینطور نگاه کنیم. و واقعا اساس این حکومت تفرقه افکنی است، این هست متاسفانه و میبینیم. آقای سازگارای عزیز، همین ناتوانی ها آب در پایتخت ایران، حکومتی که ادعای مدیریت جهانی داره، مسئله روز هست. بله. خب ببینید، وقتی تهران از جمعیت نزدیک 4 میلیون نفر در سال 57 به 12 میلیون نفر رسیده و جمعیت کشور از 35 میلیون نفر به 77 میلیون و 600 هزار نفر الان رسیده و تا سال 95 به 80 میلیون نفر میرسه، این جمعیت یک مصرف سرانه آب داره که توانایی تأمینش رو نداره. 5 تا الان سدی که مجموعاً داره تهران رو مشروب میکنه، به خصوص شرق تهران سدهای لار و لطیان زیر اون خط مصرفی رفتن که دیگه نمیشه بهره برداری کرد
و مشکل هست. البته از سالها پیش اومدن در جنوب شرقی تهران بیش از 140-150 حلقه چاه خیلی عمیق حفر شده، آب در واقع بازیافت شده میاد در شبکه لوله کشی تهران که متاسفانه آغشته است به نیترات و بسیاری سمومی که اون مزه آب خوب تهران رو که در واقع از کوهساران البرز سرچشمه میگرفت رو از بین برده و گاهی هم مضر و آلوده است. ببینید آقای چالنگی، مشکل آب و هوا دو عنصر حیاتی که هر موجود زنده از جمله آدمیزاد اولین نیازهاشه، حکومت در تأمین این دو، هوای پاک و آب سالم و پاک، ناتوانه. این ناتوانی در مورد آب به خصوص که کل آب ما، آبی که نزولات آسمانی داریم در سال و میشه آبهای سطح الارضی و تحت الارضی و غیره، حدود 100 میلیارد متر مکعب آمار سالهای سالها نشون میدهد. سالهای خشکسالی 10%، 20% کم میشه، سالهای پرآب 10%، 20% اضافه میشه. اما از این آب 3%ش مصرف صنعت، تقریبا 7%ش مصرف آب شرب مردم و سایر نیازهای فردی مردمه، که البته خب دولت باید بتواند حکومت تصفیه شده و پاک به دست مردم برسونه. اما 90%ش مصرف کشاورزیه و عدم مدیریت درست بهره برداری از آب. سالهاست من از زمان دولت آقای رجایی حداقل خاطرم هست، هر دولتی اومده سر کار این بحث بوده که آقا ما باید بستر آبی که به زمینهای کشاورزی میره رو بتون کنیم که تو 40%ش تو خاک فرو نره، روش رو بپوشونیم که 30-40%ش تبخیر نشه، در مرحله آبیاری هم باید سیستم های قطره‌ای تحت فشار درست آب دادن، پای گیاه بودن رو پیاده بکنیم و این مدیریت و آبرسانی درست دست کم 40% صرفه‌جویی میکنه در مصرف آب. ضمن اینکه محصولاتی هم که ارزش افزوده بالا ندارند ولی پر آب هستند، اگر دولت بی خودی مثل گندم بی خودی سوبسید نده که کشاورز متمایل بشه به این، اونها هم در زمین های قابل کشت ما میرن به سمت محصولات پر به اصطلاح مثل میوه‌جات یا زعفرون و غیره که قیمت بالاتری هم داره. مرادم این است که سوء مدیریت بهره برداری از آب، عدم سرمایه گذاری مناسب در آبرسانی، بی تخصصی که بهترین متخصصان این قبیل آبیاری ها شاید در منطقه ما و همه دنیا اسرائیلی ها باشن، بعد همین کالیفرنیایی های امریکان که شما میبینید در اماراتی که یک چیکه آب نداره آبو شیرین میکنن از دریا به دلیل مشاورین خوبی که گرفتن، ابوظبی تبدیل میشه به یکی از پرگلترین شهرهای دنیا. حرف این است که سوء مدیریت آب بحرانی رو درست کرده که جدیترین شاید بحران چند سال آینده ما باشه. رودخونه ها خشک میشن، دریاچه ها خشک میشن، الان بختگان خشک شده. یک استاد دانشگاه اصفهان گفته بود آقا این ببخشید گاوخونی، باتلاق گاوخونی که زاینده رود خشک بوده نرسیده خشک شده، ریزگردهاش فلزهای سنگینی مثل جیوه، کادمیوم و غیره داره که بیماری های تنفسی و تنگی نفس و غیره ایجاد خواهد کرد. اول مردم اصفهان، حتی به تهران هم میرسه. برحال مشکل آب آقای چالنگی، من قبلا هم عرض کردم این آقای خامنه ای که با عالم آدم دعوا داره و حاصل ربع قرن حاکمیتش به این کشور و کل جمهوری اسلامی حاصل 35 سال حاکمیتش به کشور، الان برگردیم نگاه کنیم مملکتی پر از مشکل، مردمی گرفتار فقر و گرسنگی، این ادعاهایی که میکنه گریبانش رو باید گرفت، گفت آقا شما نمیخواد برای دنیا شاخشونه بکشید، شما یک دونه این مشکل آب و هوا رو که چاره هم داره حل کنید، ما باور بکنیم که حداقل لیاقت رو داریم، بعد اون وقت حرف بزنیم. به قول معروف قاچ زین رو بچسبید، از صبونی پیش کشید.
خب قبل از انقلاب هم ایران با مشکل بسیار سرزمین زیاد پر آبی نبود، اما به هر حال مدیریت آب باعث شد که به طرف کشاورزی صنعتی بره ایران، راهی که گشوده شد و محصولات بسیار داشت و من نه تنها مشکلات وقت رو حل کرده بود بلکه عرصه وسیع‌تری رو هم در خدمت مردم می‌گرفت، چه در عرصه کشاورزی و چه در عرصه شبکه آبرسانی و تولید برق حتی در کشور. اما متاسفانه در همان زمان روحانیت شیعه تأکید میکنم آیت الله خمینی و همراهانش و کلاهی های حکومت از جمله آقای بازرگان و سخنگوی عمده اونها آقای جلال آل احمد علم مخالفت برداشتن. آل احمد کتاب معروف خودش رو غرب زدگی رو نوشت که اساساً با جملاتی درباره وجود تراکتور در دهات ایران صحبت میکنه که این رو یک فاجعه بزرگ برای کشور میدونه، پیشرفت کشاورزی صنعتی رو فاجعه برای کشور میدونه و فریاد وا اسلامای آقای آل احمد بلند شد و سینه زنی روشنفکران ایرانی در پای علم آقای آل احمد هم از روشنفکران مذهبی، ملی مذهبی، توده‌ای و بقیه. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای نورزاده عزیز، در عراق آدم کشی های داعش ادامه داره، در ایران هم ما میبینیم 13 نفر دیگه رو اعدام کردن به اتهام های مختلف، دادگاه شفاف و روشن و با درهای بازی هم وجود نداشته. تفسیر شما رو میشنویم، چرا سیر اعدام ها همچنان ادامه داره؟ آقای چالنگی عزیز، شما فکر کنید از روزی که آقای روحانی اومده شاید یه عمدی در کار بوده، در مقایسه با سال گذشته تعداد اعدام ها به طرز چشمگیری بالا رفته. طبیعتا رژیم در توجیه این اعدام ها میگوید بعضا اینا قاچاقچی مواد مخدرن، با جان و جهان نسل جوان بازی میکنن، بعضا جنایتکارن، کارهای مجرمانه عجیبی انجام دادن. به هر حال انواع و اقسام اتهام ها زده میشه. سوال بنده اینه، وقتی که رئیس القضات قبلی ما آقای محمود هاشمی شاهرودی در عرض دوران ریاست قوه قضاییه از یه آخوندی که حالا یک سهمیه‌ای داشته به عنوان مدرس و عضو شورای نگهبان تبدیل میشه به بیلیونر کشور، اینی که بهتون میگم بی دلیل نمیدم، سرمایه گذاری های ایشون و فرزندش در عراق خودش سر به 1 میلیارد میزنه و در زمین های مختلف. رئیس القضات امروز آقای صادق لاریجانی از روز اولی که وارد دستگاه قضاییه شدن یک سیستم دزدی درست کردن که اصلا عجیب غریبه. خب چگونه از یه عده دزد و جنایتکار ما انتظار داریم که با عدالت با مردم رفتار کنن؟ خیلی معلومه مردم عصبانی میشن، بچهشون دزدیده میشه، مورد تعرض قرار میگیرن، یه عده رو میگیرن 4 تا رو اعدام میکنن که دل مردم خنک بشه. اما یه چیز رو میبینیم در شیراز وقتی مردم رو دعوت میکنن به تماشای اعدام، مردم نمیرن. این نشون میده مردم ما داره نگاهشون عوض میشه، همون چیزی که بنده شما آقای دکتر سازگارا مکرر میگفتیم، تماشاچی جنایات اینا نباید شد و اگر تماشاچی جنایتش نبودی جلاد با اون محکوم وقتی میاد خودش دست و پای خودشو گم میکنه، یعنی در اونجا مردمی نیستن برای اینا دست بزنن. و اخیراً من میبینم هر یک اعدامی در ایران که میشه، شما کافیه کامنت ها رو بخونید، نوشته هایی که تو اینترنت هست، یک موجی از انزجار و محکومیت در جامعه ایجاد میشه. اما اینهایی که اینا میکشن در بینشون آدمایی هم دیده میشن هیچ جنایتی رو مرتکب نشدن،
هیچ جرمی رو مرتکب نشدن. کرده، عربه، صرف کرد و عرب بودن کافیست که پیشا پیش اینا اگر ابراز نظری راجبه حقوق حق خودشون بر حق خودشون عنوان کرده باشن، اینا اوردی محکوم به اعدامه. و در این ماها ما این زمینه رو زیاد میبینیم که انگوش روی اقلیت‌های ارقی و مذهبی گذاشته میشه و این افراد بیشتر هدف ماشین آدمکشی رژیم هستن. آقای سازگارهای نوریزاده اشاره کردن به ثروت‌اندوزی رهبران رؤسای قوه قضاییه فقیه، این رو اشاره کردن. الان در آستانه سال تحصیلی جدید هستیم عملا و بسیاری از خانواده ها نمیتونن از نظر مالی بچه هاشون به مدرسه بفرستن. بسیاری از کودکان ایرانی اساسا به جای مدرسه در خیابون ها زندگی میکنن. بسیاری از کودکان ایرانی در خیابون ها معتاد هم هستن. این رو شما چطور ارجابی میکنید؟ آماری رو وزارت کار در هفته گذشته منتشر کرده بود که کودکان کار در خیابان ها 60% ایرانی هستند، 40% احتمالاً عمدتاً افغانی هستند که به هر حال الان در اون کشور زندگی میکنن و به نوعی شهروندای ایران محسوب میشن. و از این عدد تأسف آور آقای چالنگی این بود که 36% محصل بودند که برای کمک هزینه یک بچه 10 ساله 11 ساله میاد کار میکنه، 40% ترک تحصیل کردن و کار نمیکنن و 24% اساساً به مدرسه نرفتن. یعنی تولید بی سواد داره در کشور میشه. برابر ضوابط بچه اگر به 10 سالگی برسه و به مدرسه نرفته باشه جزو آمار بی سوادی محسوب میشه. آمار دیگه ای بود که نشون میداد نزدیک به 10 میلیون نفر ما بی سواد یا کم سواد داریم. واقعا اسباب شرمساری در سال 2014 میلادی کشور ما نه فقط بی سوادی رو ریشه کن نکرده باشه بلکه تولید بی سوادی بکنه. ماجرا هم بیش از هر چیزی برمیگرده به فقر، فاقه و تنگ دستی والدین یا خانواده های از هم پاشیده به دلیل همون اعتیاد و پدر و مادرهایی که توان اداره مهانشون رو ندارن. شخصا فکر میکنم که راجع به همین اعدام ها هم که گفتید مسائل چون همه به هم مربوطه، بیشترین مقدار اعدام به مواد مخدر برمیگرده و مواد مخدر سرمنشأش دست سپاهه، دست آقای قالیباف است که هماهنگی داشتن برای عبور و ترانزیت قاچاق از ایران. یعنی به مصداق همون ضرب المثل معروف ما که آفتاب دوز رو میگیرن، معتادان و توضیح کنندگان جزئی رو که در امر مواد مخدر هستند یا سردسته ها و غیره رو دستگیر میکنن، کرور کرور اعدام میکنن. اما اصل کاریا که برمیگرده به نیروی سپاه، بالاترین رده های حکومتی مروج این مواد مخدر هستند، اونها نه فقط در امانند بلکه میلیارد ها میلیارد هم ثروت اندوزی میکنن. و اون وقت این مواد مخدر وقتی در جامعه ما توزیع میشه، این همون خانواده های عرض شود از هم پاشیده، پدران معتادی که نوناوری ندارن و اون وقت توان فرستادن بچه به مدرسه ندارند، کودکان کار و فجایعی که به دنبالش میاد. به هر حال ماجرای مواد مخدر یکی از اون زخم‌های خونچکان جامعه ماست که گزارش‌های خیلی خوبی هم گاهی مطبوعات ایران، بچه‌های روزنامه‌نگار در ایران میرن و کار میکنن و در میارن و واقعا آدم جز اینکه بنشینه و ساعت‌ها گریه بکنه هیچ به گریز دیگه‌ای نداره وقتی این گزارش‌ها رو میخونه از شدت دردناک. اشاره کرد آقای سازگارا به بچه های افغان، این نکته رو حتما باید بگیم که قدرشناس کارهایی هستیم، اقداماتی هستیم که کارگران افغانی
همسایگان نازنین ما در ایران انجام دادن، هیچ جایی در ایران نیست که در چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب اقدامی شده باشه، سنگی روی سنگ گذاشته شده باشه و کارگران زحمتکش افغانی در اون نقش نداشته باشه. سهیم بودن در خط لوله گاز ایران چه پیش از انقلاب چه ادامه طرح پیش از انقلاب رو بعد از انقلاب سهیم بودن کارگران افغانی، زحمتکشای افغانی. و آقای سالنگی ببخشید من اینو فرمودین نکترم اضافه کنم، من و شما در این کشوری که هستیم مهاجر بودیم، ضوابطی داشته، کارت سبزی دادن بعد از یه مدتی میشه اومد سیتیزن شد. در ایران متاسفانه مهاجرینی که به ایران میان و واقعا شریک ساختن کشور هستند هیچ ضوابط و آینده هم ندارن، یعنی سالها میمونن یه شناسنامه ساده ندارن که این بچه بتونه مدرسه بره، و این آشفتگی متاسفانه بسیار بنده است. همینطور آقای نوریزاده؟ بله کاملا درسته. من یه نکته هم اینجا بگم، حالا طنز نیست، این واقعیته. در قالب این که بچه های خیابانی تعدادشون زیاد میشه و فرصت درس خوندن ندارن، روز به روز بر تعداد مداهامون زیاد میشه. اخیرا نگاه کردم دانشکده مدایی هم دارم درست میکنم. بنابراین میگم در اصلا درست دادن وقتی نگاه میکنه میبینه حتی نمادهایی که دادن از دوران ظهور داره تطبیق میکنه. در دوران ظهور هر گوشه یه مسجد میره بالا، یه حسینیه میره بالا و تظاهر دیدیم در اوج خودش میشه. الان داریم میبینیم تظاهر، فریبکاری، حقبازی، همه از مظاهر اینه. اما خب آقای نوریزاده یه سوال من دارم، ببینید مسئله شاید سیاسی هم نباشه، در کشوری که ما همش افتخار میکنیم بقیه رو مثلا مردمان بی فرهنگ میدونیم، همسایگان خودمون و جاهای دیگه رو، درسته؟ ما معتقد هستیم صاحب فردوسی هستیم، حافظ هستیم، سعدی هستیم، مولوی هستیم، منوچهری دامغانی هستیم، فرخی سیستانی هستیم، حتی عزیزالدین اسخکتی هم هستیم، همه اینا هست، درست؟ اما در یه همچین ملتی میان و آقای سازگاره اشاره کرد که تولید بیسواد میشه، آقای به قرائتی میشه ایشون مسئول نهضت سواد آموزی و به کسی بر نمیخوره. نه بر میخوره آقای چایی، ببینید یک حکایت رو ما باید ببینیم. ما من و شما که خیلی به اون بر میخوره داد میزنیم، مردمی هم که در داخل کشورن خوب باید نگاه کرد، باید نگاه کرد تا چه حد این مردم میتونن گذشت کنن، فداکاری کنن، دل به دریا بزنن، بیان بیرون اعتراض کنن. اینا چیزایی است که در غیاب یه فرمت، یک در غیاب یه محور سیاسی که مورد حمایت مردم باشه، واکنش های مردم پراکنده اینجا و آنجاست. یه وقتی هم مثل دوم خرداد یا مثل جنبش سبز 88 پیدا میشه، مردم میان بیرون این نگاهشون رو بیان میکنن، بعد از سالها میان میگن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. ولی خیلی خوب در پرتو سرکوب دوباره الان هم غزه هم لبنان مطرح میشه. البته آقای کدیور هم در ایالات متحده میگویند که مردم ایران همچی شعاری ندادن. حالا خب اتفاقا درست آقای نوریزاده، همین حرف من درست همینجاست. من مردم رو در نمیگم تظاهرات، نمیگم به طور عمومی بیان به مثل اون روزها، اما همین غزه رو که اشاره میکنید که برای غزه سینه به تنور چسباندن فلان هنر پیشه معروف سینما و تا بازیگر گاف آقای انتظامی یا فلان شاعر بازیگر نقش گاو ساخته آقای مهرجویی که آقای خمینی هم تعریف کرد، یا فلان شاعر صاحب نام سینه به تنور چسبوندن برای بچهای غزه، بله حالا اون داستان دیگه است، بارها صحبت کردیم، یا ستایش بیدری غزه، عرض کنم خدمتتون برنامه اتمی یا مذاکرات اتمی و طرح نرمش قهرمانانه رهبر، من اسم نمیبرم چون شاید نمیخوام باعث مشکلی برای ایشون بشه، بهرحال این شاعر، اما یک کلمه از این نویسنده شاعر هنرپیشه هر چی که از کارگردان سینما هر کی که هست در اعتراض به این که آقا رئیس سواد آموزی در کشوری مثل ایران، این توهینه که آقای محسن قرائتی باشه، نشنیدی؟
آقای چالنگی عیالوارن دیگه، چی میشه گفت؟ بند دیگرشون نمیگم، ولی به هر حال عیالوارن. و ناچار من داشتم میخوندم که یکی از نویسندگانی که اخیراً درگذشته در رابطه با اون یه مطالبی رو عنوان کرده بودن، از جمله خبردار شدم که ایشون یه شرح کشافی در ریشه خانوادگی آقای خامنه‌ای، ارتباطشون با امام حسن مجتبی و اینکه در این خانواده چه علمای عظام و کباری بودن. حالا تا 30 سال 40 سال قبل آقای سیدعلی خامنه‌ای بود و مرحوم میرزا جواد پدرشون در پایین خیابان، کسی هم از این شجره طیبه خبر نداشت. خب گرفتاریم دیگه متاسفانه. دوست شاعرمون تفلک دوچار گرفتاری دیگریست، دوست نویسندمون دوچار گرفتاری دیگریست، دوست هنرمندمون، دوست سینماگرمون میاد توضیح میده راجب مسائل سعید امامی که خب خرابتر میکنه. و این نمونه ها رو متاسفانه هست آقای چالنگی، راست میگید. اعتراضی که ما انتظار داریم روشنفکر جامعه ما، الان شما نگاه کنید تو کشور عربی واقعا این اعتراض رو دارید میشنوید. جامعه روشنفکری عراقی پوست مالکی رو کند، اینقدر شهامت داشت با وجودی که ممکن بود بکشنش این اصحاب اهل حق شب بیا سرش رو ببره، ولی ایستاده بودن. یا در همین کردستان با وجود اقتدار دو حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، روزنامه رو آدم میخونه چه مقالاتی مینویسن. یا خب این متاسفانه در ایران چنین نبود. خب آقای سازگار، بچه ها اگه مدرسه نمیره مسئله نیست، اگه تو خیابون میخوابن و معتاد هستن و مورد سوء استفاده های جنسی و همه رقم آزار قرار میگیرن، باز مسئله نیست. سر ولایت سلامت باشه. و آقای حسن روحانی که عازم نیویورک هست برای خوندن یک انشای دیگه در نیویورک، اما گفته میشه این بار یک هیئت باز نسبتاً عظیمی همراه ایشون هست. خانواده ها عوض شده، داردسته احمدی نژاد رفته، یک داردسته جدید به اضافه این که یه هیئتی رم برای استقبال ایشون. این مخارج چه ماحصلی داره برای مردم ایران؟ البته سال گذشته آقای روحانی آبرومند اومد نیویورک و اون آبروریزی های احمدی نژاد رو نداشت که با 100 نفر 200 نفر راه میافتاد میومد و یه خبرنگار امریکایی هم رفته بود بی صدا دنبال کرده بود این همراهان تو فروشگاه ها چی خرید میکنن. واقعا آدم احساس شرمساری میکرد که رئیس جمهور برای سازمان ملل اومده، بعد یکی در راه انداخته اومدن توی فروشگاه ها دنبال شورت و کرست و نمیدونم جوراب و کفش و اینها بگردن و تور خرید راه بندازن. امیدوارم امسال هم آقای روحانی با هیئتی کم تعداد و کارشناس 5-6 نفره 10 نفره حد اکثر مثل سایر کشورها بیان نیویورک و نطقشونو بکنن و برنم اینجا هم کنگر نخورن لنگر بندازن. به هر حال الان در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل مذاکرات هسته‌ای از امروز آغاز شده که تا همین دیروز تا دیشب من دنبال می‌کردم آه همه سرده. یعنی حتی آقای ریابکوف معاون وزارت خارجه روسیه هم ابراز ناامیدی کرده، برای اینکه فاصله زیاد ایران حداقل از 5 سوال آژانس 2 تاش رو جواب نداده. مسئله شبیه سازی کامپیوتری انفجار هسته‌ای و برنامه‌هاش و همینطور هم مسئله کلاً آزمایش‌های انفجاری در پارچین و نقاط دیگر رو به اضافه پاره سوال‌های دیگه که ندیدم کسی اساساً ابراز امیدواری کنه که مذاکرات هسته‌ای با 5+1 در نیویورک بتونه به جایی برسه. آقای روحانی هم آقای چالنگی قبل از این که تشریف بیاره ایسی مصاحبه کردن و خیلی پریدن به این ائتلاف جهانی علیه داعش، برای اینکه به نظر من مملکت شده مثل یه ارکستری که آقای خامنه‌ای سولوشو میخونه بعد بقیه مثل کور دنبالش حرکت میکنن. چون راهشون ندادن به این ائتلاف ضد داعش، شروع کردن به فحش دادن به این ائتلاف.
و از جمله آقای روحانی مطرح کرده بود که کسانی که تروریست ها رو تغذیه مالی کردن در این ائتلاف هستن، طعنه‌شون البته به عربستان و قطر بود. اما دیروز دیدم یکی از این مفسرین سیاسی امریکایی وقتی این بحث میکرد راجع به این حرف بانمکی زد، گفتش که بله ایران و آقای روحانی حق داره که این نظر رو بده، تنها کشوری است که حق داره این نظر رو بده برای اینکه خودشون متخصص تغذیه مالی تروریست ها هستن و لابد که خیلی اکسپرت و متخصصن که این رو میگن. به هر حال ایشون در شرایطی داره میاد نیویورک که من از جو مطبوعات اینجا هم میبینم که واقعا حرفی میگن برای گفتن نداره. ایشون میخواد بیاد چی بگه، حالا به قول شما انشا بخونه، یا چون پارسال به هر حال همه منتظر بودن حرف نو بشنوند ولی اتفاقی نیفتاده. دست و بال ایشون رو هم که آقای خامنه ای بس در مذاکرات، آقای اوباما هم کاخ سفید اعلام کرده که برنامه ملاقات با دو کس رو نداره، یکی آقای روحانی یکی آقای پوتین. آقای نوریزاده، در بازجه های من یا در عرصه منطقه، در مذاکرات منطقه، همونطوری هم که اشاره شد، جمهوری اسلامی ظاهراً به بازی گرفته نمیشه، به مذاکرات جدید دعوت نشد، پاریس همینطور. حال اون که واقعیت این هم هست که دستی جمهوری اسلامی در عراق داره، دستی در لبنان داره، در مسئله فلسطین این دست که میگم دست گشاده ایست با دلارهای نفتی ایران که از سفره همین بچه های نازنین ایرانی برده میشه و به این اون داده میشه. این رو چطور ارزیابی میکنین شما، کنار گذاشتن حکومت ایران رو از روند مسائل منطقه؟ ببینید، در آغاز این ظهور داعش در عراق و فتح موصل توسط ابوبکر بغدادی، جمهوری اسلامی فکر کرد یه فرصت طلایی در اختیارش قرار گرفته، حالا میتواند یک حضور نظامی و امنیتی خود رو در عراق با تایید آمریکا مشروعیت بده، دو برای رژیم بی آبروی سوریه مشروعیت کسب بکنه. داعش پدیده‌ای بود که رژیم اسد به وجودش آورد، رژیم اسد و جمهوری اسلامی سپاه قدس داعش رو آوردن در برابر جبهه نصرت و گفتن ببینید بدیل ما اینه. آقای اسد هر جا صحبت میشد میگفت نگاه کنید آلترناتیو من اینه، ارتش آزاد، نیروهای ملی سوریه پس رانده شدن با داعش، داعشی که در بسیاری از جاها کمک لوجستیک از رژیم اسد میگیره. در بغداد، در عراق، جمهوری اسلامی فکر کرد الان امریکا میگه به به بفرمایید، شما تجربه دارید بیایید جلو، ما از هوا پوشش میدیم، شما هم از زمین. آمریکایی‌ها در یک باز خطایی که اون اول داشتن میکردن روی خوش نشون دادن. جمهوری اسلامی مقداری اسلحه به کوردها داد، تعدادی نیرو حدود 300 نفر فرستاد به پادگان سامرا که عملیات رو رهبری کنن، ولی آمریکایی‌ها مورد عتاب همسایگان سنی عراق قرار گرفتن. سعودی‌ها، اردنی‌ها، حتی مصری‌ها که دورترن اعتراض کردن، شما یه بار دیگه می‌خواید رژیم بشار الاسد رو به رسمیت بشناسی؟ فشار زیاد آوردن. اینی که امریکا گفت این مشکل، مشکل سنی‌هاست و سنی‌ها باید این رو حل کنن، نشست جده و بعد نشست پاریس گرد این محور دور می‌زد. علی‌رغم اینکه عراقی‌ها می‌خواستن جمهوری اسلامی باشه، آمریکا تن در نداد، فرانسه، عربستان، اردن، و در نتیجه جمهوری اسلامی دعوت نشد. الان هم می‌بینیم سعودی‌ها آموزش ارتش آزاد رو در خاک خود به عهده گرفتن، آمریکایی‌ها دارن کمک نظامی می‌کنن به ارتش عراق، به پیشمرگه کردستان کمک‌های حسابی داره میشه. فرانسه از امروز عملیات هوایی علیه داعش رو آغاز کرد. یک همبستگی جهانی به رهبری آمریکا داره ایجاد میشه برای مبارزه با داعش. اما جمهوری اسلامی همونطور که آقای کیسینجر میگه چیزی شبیه به داعش، داعش شیعه، و حتی گفته خطرناکتر از داعش. بله بله، ولی یعنی عملا جمهوری اسلامی برای کشورهای منطقه و شاید هم آمریکا، ادمینستریشن دولت اوباما بخشی از مسئله است و نه راه حل. کاملا
سپاسگزار هستیم آقای علیرضا نوری‌زاده عزیز در لندن، با سپاس بسیار از شما، و با سپاس آقای محسن سازگاره عزیز در واشنگتن. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. به اتفاق تهیه کننده برنامه تینای عزیز در لندن، مسئول دوربین‌ها رضای گرامی، کارگردان فنی برنامه علی عزیز و مسئول تدارکات قدرت گرامی و بقیه همکاران، رامین عزیز در استودیوی لندن برای شما روز و روزگار خوشی رو آرزو میکنیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، توچال، سند و سبلان، آسماری و الوند، کوکو، ساران، ادراک و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. Thank you.